بفرمایید. شروع کنم. بله سلام عرض می کنم خدمت شما، ایران آکادمیا، انجمن آزادی اندیشه و انجمن آزادی اندیشه و شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. امروز قرار هست که در مورد خشونت علیه زنان و در مورد چرایی آنها و احیانا راهکارهای رویارویی با اون صحبتی داشته باشم. من ابتدا مایلم یک تصویری آماری از این ماجرا در سطح در واقع جهانی ارائه بدم، اشاره هم به وضعیت ایران میکنم، بعد و سپس به تعریف معنی خشونت میپردازم و بعد از اون در مورد سه رویکرد یا سه نظریه اجتماعی در توضیح خشونت علیه زنان به خصوص در حوزه خانگی، آنچه که موسوم خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان در خانه هست میپردازم و سپس به برخی از راهکارهای عملی برای مقابله با این مسئله اشاره خواهم کرد. اگر بخوایم به آمار سازمان جهانی بهداشت رجوع بکنیم، بنا بر اون آمار اصولا از هر سه زن دست کم یک نفر مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته. اینو اضافه میکنم و تحقیق میکنم، البته در کشورهای مختلف معانی این خشونت ها، حتی خشونت فیزیکی که از همه قابل تبیین تره یا راحتتر میشه برسرش اجماع داشت، حتی در اون مورد هم تفاوت برداشت و نظر ممکنه وجود داشته باشه، اما تو آماری که میخوام اشاره کنم تازه ما ابعاد دقیق خشونت های مثلا روانی رو نمیدونیم، چون خشونت های روانی معمولا گزارش نمیشه، یا خشونت اقتصادی هم به اصطلاح تصویر آماری دقیقی از اون نداریم، شاید بیشتر از خشونت فیزیکی و تا حدودی هم خشونت در واقع جنسی رو، سکسوال وایولنس رو در واقع ما آماری ازش داریم. اما به هر حال اگر بخوایم بنا بر اون همون آماری که اشاره کردم از آمار سازمان بهداشت جهانی نگاه بکنیم در این زمینه، حدود 90 تا 95 درصد اصولا خشونت ها در جهان توسط مردان اعمال میشه و قربانیان اونها در اجتماع، البته یا قربانیان کل این خشونت ها 75 درصدش هم باز هم مردان هستن. اینو تاکید میکنم برای اینکه گرچه بیش از 80 درصد قربانیان خشونت در روابط خانگی یا در روابط نزدیک زنان هستند، اما در سطح اجتماع مثلا خشونت هایی که در جنگ صورت میگیره یا خشونت هایی که بین گنگ های خیابانی صورت میگیره یا دعواهایی که در سطح اجتماع بیرون خانه اتفاق میفته، هم ضارب اساسا مردان هستن هم قربانیان اون خشونت های خیابانی عمدتا مردان هستن. اما همونطور که گفتم به درون جالب اینجاست و معمولا هم زنان در خانه در خارج از خانه، در واقع چه زنان چه مردان، عموما ضارب ناشناس، در درون خانه کاملا برعکسه، یعنی بیش از 80 درصد خشونت هایی که در واقع در روابط نزدیک صورت میگیره علیه زنان، این در واقع ضاربش آشناس، یعنی اینکه یا شوهر یا به اصطلاح یکی از نزدیکان خانواده محسوب میشه. سن خشونت ها متغیره، تا اونجا که مثلا ما آمار جامعه نظیر سوئد رو داریم 2019 نشون میده که بین سن 16 تا 19 سال در واقع بیشترین خشونت خیابانی توسط پسران یا مردان صورت میگیره، و در حالی که
ما میبینیم که مردانی که 16 تا 24 سال هستند در واقع بیشترین گروهی هستند که در خیابان به صلاح به عنوان قربانیان خشونت‌های خیابانی محسوب میشن. اما اگر نگاه بکنیم به اون خشونت‌هایی که در خانه صورت میگیره و این یعنی باید دو تا ما دو تا سوال داریم همینجا. یک سوال اینه که اساساً چرا بخش اصلی این خشونت ها توسط مردان صورت میگیره، 90 تا 95 درصد. به این ترتیب خود این زمینه رو برای فهم تئوری که خشونت رو یک پدیده مردانی تلقی میکنه اساسا باز میکنه. ما باید به این سوال جواب بدیم. سوال دوم اینه که چرا قربانیان اصلی خشونت ها در خانه در واقع زنان هستند و این کدام نظام جنسی قدرت هستش که در واقع اجازه میده که زنان قربانیان اصلی این خشونت های خانگی تلقی میشن، زنان و کودکان هم همچنین، و چرا در حالی که ضاربان خشونت های خیابانی بیشتر مردان ناآشنا هستند، یا در واقع مردان بیشتر توسط مردان ناآشنای دیگر ممکنه مورد خشونت قرار بگیرند، زنان اساساً توسط مردان آشنا و در خانه عمدتاً مورد خشونت قرار میگیرند، به استثنای آن خشونت های جنسی که اون هم تازه چه در محیط کار بخش زیادیش افراد آشنان، جز تجاوزهای خیابانی که میتونن افراد ناآشنا باشن، ولی اساساً خشونت در خانه که امری کاملاً به اصطلاح مرتبط با فرد آشنا. تحقیقاتی در سوئد هم نشون داده، بزرگترین تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه زنان صورت گرفته نشون داده که از هر 3 زن دست کم 1 نفر مورد خشونت خانگی در طی زندگیش قرار گرفته. یعنی ممکن از روابط در روابط قبلیش مورد خشونت قرار گرفته، جدا شده. آمار از هر 3 نفر 1 نفر درست شبیه آمار سازمان ملل هست، اما یک تفاوت مهمی وجود داره. همه کشورها خشونت رو یکسان ممکنه تلقی نکنن. اینجا شما یکی رو هول بدید، خشونت فیزیکی است، یا مثلا سیلی زدن زیر گوشه فردی خشونت فیزیکی است. اما در خیلی از کشورها وقتی از خشونت فیزیکی هم نام برده میشه، حتی این هم منظور نیست. مثلا من میدونم همکاران من که چه خودم در چین و هند مثلا بودم، چه در هیئتی از ژاپن و دانشگاه ما آمده بود، مثلا با لبخند و غیره میگفتن مثلا سیلی زدن جزوی از تنبیه مثلا کودکان محسوب میشه، نیست؟ در حالی که این در بنابر قوانین مثلا سوئد کاملا یک جرم خشونت فیزیکی است. بنابر این یکسان بودن آمار خشونت در سطح جهانی و سوئد الزاما به این معنی نیست که واقعا یکسانه، بلکه اینجا به دلیل درجه آگاهی بالاتر، حساسیت بیشتر، سختگیری های قانونی بیشتر و تعریف دقیقتر از معنی مجازات خشونت، در واقع ممکنه آنچه که اگر قرار بود با معیارهای سوئد مبنا قرار بگیره، آمار خیلی از کشورها خیلی بالاتر از آن چیزی بود که سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی در واقع حتی ارائه داد، چون اونها متکی بر آرایی که از این کشورها ارائه میشه. در این حال من گزارشی رو در مورد ایران خواندم که نوشته حدود 66 درصد از زنان خشونت رو تجربه کردن در زندگیشون. یعنی اگر با همون آمار سازمان ملل در نظر بگیریم، تقریبا چیزی نزدیک به 2 برابره. ولی باز میگم هر چقدر آمارها مثلا در سطح کشوری نظیر سوئد و کشورهای مشابه از دقت برخورداره، که تازه ما اینجا هم خواهیم گفت که چرا این آمارها از نظر ما دقیق نیست، که آمار سازمان بهداشت جهانی با توجه به تنوع کشورها و معیارهاشون دقیق نیست. ایران هم که جای خود داره، چقدر اصلا اصولا آمار در اون کشورها دقیق داده میشه چه برسه به این زمین. حالا چرا گفتم حتی
در خود سوئد هم ما این حرفی که میزنیم، من به خصوص کار تحقیق جدیدی که به همراه یک همکارم منتشر کردم، کتابش شاید یک ماه دیگه در بیاد، به نام مردانگی، خشونت و قربانیان، در اینجا هم ما اشاره کردیم که تازه آمارها در این سوئد هم از محدودیت های خاصی برخورداره. چرا؟ برای که این آمارها بر مبنای گزارش هایی است که در مورد خشونت صورت گرفته، نیست گزارش های سالانه. خب فرض کنیم که یه فرض واقعی، بسیاری از زنان کتک میخورن، اصلا هیچ وقت گزارش نمیکنن، شکایت نمیکنن. بنابراین تا شکایتی صورت نگیره، گزارشی داده نشه، ما نمیدونیم دقیقا چه میزان خشونت علیه زنان داره صورت میگیره در خانواده ها. درست؟ این یک دلیل. دوم اینه که این گزارش ها مثلا فرض کنید میگن که سالانه در خیلی از سالها 20,000 تا، برخی از سالها رقم 40,000 تا هم گفته شده که مثلا موردهای شکایت درباره خشونت علیه زنان ثبت شده. درست؟ خب این زنان ممکنه در بارها و بارها مورد خشونت قرار گرفته باشن، نیست؟ بنابراین تعداد خشونت های واقعی خیلی بیشتر از یک مورد میتونه باشه، ولی ما فقط برای مورد گزارش شده میتونیم تکیه بکنیم. یعنی اینکه آن زن 10 بار مورد خشونت قرار گرفته، دفعه 11 تصمیم به شکایت گرفته یا همون بار اول، خودش یک مسئله است. بنابراین با توجه به دقتی که تو تحقیقات تو جامعه سوئد در مورد مسئله خشونت خانگی صحبت میشه، ما میگیم این کوه یخه، نوک کوه یخه که پیداست، که در زیر میتونه در واقع آن قطب زیر آبها لاپوشانی شده باشه و در واقع ابعاد قضیه خیلی گسترده تر از این ماجرا باشه. بنابراین از همینجا میخوام بگم که اولا یادآوری بکنم تمرکز بحث ما در مورد خشونت علیه زنان خواهد بود، گرچه من گوشه‌ای از نظریه‌های راجع به خشونت علیه مردان هم خواهم گفت و تمرکزمون راجع به خشونت‌های خانگی خواهد. اما در تعریف خشونت، اینکه یکی خشونت چیست و ابعاد اون کدامه، من این نکته رو اضافه بکنم که تعابیر گوناگونی از خشونت داده میشه. برخی به این سه نوع خشونتی که میگم بسنده میکنن، برخی از تحقیقات حتی سازمان بهداشت جهانی شاید 5 مورد رو برشمرده. در مثلا تحقیقات سوئدی بر 3 نوع خشونت اقتصادی، خشونت ببخشید 4 خشونت، خشونت اقتصادی، خشونت جنسی، خشونت روانی و خشونت فیزیکی تاکید شده، نیست؟ خشونت در واقع در تمام این اشکال گوناگون با تولید رنج در فرد مقابل به قصد کنترل و ایمان سلطه صورت. به یک معنی خشونت در کلی ترین تعریف یک ابزار ایمان قدرته، برهنه ترین شکل ابراز قدرته، وسیله برای ایمان قدرت. خشونت جایی معمولا صورت میگیره که فرد در پی فرد یا سازمان یا اکتوری که موضوع بحث ماست دنبال سلطه است، اما از مشروعیت برخوردار نیست. بنابراین به خشونت متوسل میشه به عنوان اوریانترین، برهنترین و پرهزینه ترین شکل اعمال قدرت. چرا از واژه پرهزینه نام بردم؟ چون اشکال دیگر قدرت الزاما ممکنه انقدر هزینه بردار نباشه. مثلا اگر فردی، گروهی، مردی بر زن یا گروهی در جامعه یا فردی نفوذ داشته باشه بر دیگری، اینم یه نوع اعمال قدرته. نفوذ هم میتونه به نوعی سلطه منجر بشه، ولی چون مشروعیت داره الزاماً هزینه چندانی در بر نداره. یا برتری اقتصادی میتونه موجب یک روابط سلطه است، اما برتری اقتصادی از اونجا که طرف مقابل به دلیل وابستگی های اقتصادیش توان عکس العمل چندانی نداره، بنابراین ممکنه این نوع اعمال قدرت هم در واقع هزینه بردار چندان نباشه. اما خشونت چه در سطح روابط اجتماعی چه در سطح
خانگی پر هزینه ترین شکل ابراز اعمال قدرته، برای اینکه مثلا در روابط خانگی میتونه این موجب به ترک فرد ترک کنه این رابطه رو، تضاد یا کنفلیکت میتونه به شدت به اوج خودش برسه، معمولا خشونت زمانی رو میده که تضادها به اوج خودشون میرسن، یا اینکه خشونت میتونه در واقع آسیب‌های جدی دیگری رو در بر داشته باشه از لحاظ بهداشتی، از لحاظ هزینه‌های اقتصادی و غیره، که در واقع قابل مقایسه با اون اشکال دیگر اعمال قدرت نیست. به همین خاطر خشونت رو نه فقط به عنوان برهنه‌ترین شکل اعمال قدرت، بلکه به عنوان پرهزینه‌ترین شکل اعمال قدرت ازش نام برده میشه. کلن در ارزیابی هایی که راجع به خشونت گفتم، این خشونت چهارگانه ازش نام بردم، آماری که در مورد حتی هزینه سنگین خشونت ها صورت گرفته بیشتر از خشونت های فیزیکی است. بنابر آمار باز هم سازمان جهانی بهداشت، در کشوری نظیر برزیل و برخی از کشورهای آمریکای لاتین 20% درآمد ناخالص ملی در واقع خرج پیامدهای خشونت‌های فیزیکی میشه. این رقم در آمریکا حدود 3% درآمد ملیشه. در اروپا تقریبا 1.5% درآمد ناخالص ملی کل کشور صرف هزینه‌های خشونت میشه. در سوئد هم رقم‌های گسترده میلیاردی در واقع این هزینه رو در بر داره، ولی با این همه خیلی پایین تر از حتی کل متوسط اروپا. این هزینه ها منظورم مثلا هزینه بیمارستان، هزینه دوا درمان، هزینه اینکه باید مثلا زن یا کودک رو به خانه امن سپرد، هزینه های رسیدگی های مددکاری اجتماعی، مجموعه هزینه های اقتصادی است که در واقع برآورد شده. بنابراین خشونت های به طور کلی و خشونت خانگی به طور اخص، خشونت مردان علیه زنان، یکی از پرهزینه ترین رفتارهای اجتماعی است که هزینه بسیار سنگینی رو به جامعه تحمیل میکنه. تازه اینها هزینه های بلاواسطه و کوتاه مدت اقتصادی است. خشونت میتونه پیامدهای روانی بسیار خرد کننده ای داشته باشه، هم روی فرد قربانی، هم ضارب رو میتونه در واقع با نرمالیزه شدن یا هنجارمند شدن پروسه خشونت میتونه به یک بزهکار حرفه‌ای تبدیل بکنه. کودکان هم که گفته میشه که نه فقط کودکانی که از خشونت آسیب میبینن خودشون مورد خشونت قرار میگیرن، بلکه حتی کودکانی که شاهد خشونت هستن در خیلی از کشورها سرمایه گذاری ویژه در مورد این کودکان صورت نمیگیره، بلکه به عنوان شاهدان این مثل قربانیان این خشونت ها ازشون نام برده میشه، که بیشتر گفته میشه دراز مدت. خب پسران ممکنه، پسرانی که خشونت رو تجربه کردن در زندگی کودکی، خودشون به افرادش خشونتگرا تبدیل بشن و یا بیشتر چهره های پرخاشگر، و دختران به چهرهای افسرده یا کسانی که اصلا راحتتر خشونت رو میپذیرن، برای که در زندگی قبلی هم نوعی هنجارمند بودن و خشونت رو باش روبرو شدن نیست. اما چیزی که در بررسی ها در مورد کودکان مورد در نظر گرفته نشده، و در سوئد مثلا در این مورد چند سالیست قانون تصویب شده، ما در اینجا از پدیده‌ای به نام کودکان شاهد خشونت نام نمیبریم. یعنی اگر یک پدری به مادری تعرض بکنه، یا برعکس فرق نمیکنه، والدین به یکدیگر تعرض کنن، حتی مستقیما بچه رو مثلا مورد خشونت فیزیکی قرار نداده باشن، یا حتی مورد خشونت روانی مستقیم قرار نداده باشن، ما از اونها به عنوان قربانیان خشونت نام میبریم. یعنی قانون عنوان میکنه بچه‌ای که شاهد، کودکی که شاهد خشونت در خانوادش هست، خود این شاهد بودنش یعنی که قربانی است، یعنی داره در واقع آسیب میبینه از این خشونت، دست کم یعنی به شکل روانی.
فردی که پدر و مادرش رو بیشتر از هر کسی دیگری در زندگی دوست داره، کودکی که دوست داره، وقتی ببینه مادرش داره کتک میخوره، یعنی دقیقا مستقیما یعنی اعمال خشونت روانی علیه این کودک. بنابراین قانونی در سوئد وضع شده سالهاست که دیگر کودکان شاهد قربانی رو مستقیما به عنوان قربانیان خشونت ازش نام برده میشه، نه شاهدان، و برای اونها پروسه های رسیدگی درمان و بازآموزی ویژه و هزینه های به اصطلاح ویژه برای جبران خسارتی که به کودکان هم وارد شده در نظر گرفته میشه. من این اشارات رو جزئی کردم، وقتم شاید خیلی اجازه نده من به تفصیل بپردازم، اما خواستم بگم که تفاوت در میزان حساسیت و قوانین نسبت به این مسئله خب اهمیت کلیدی داره. اینجا حتی در مورد خشونت‌های ناموسی و تفاوتش با خشونت‌های متعارف هم قوانینی به اصطلاح وضع شده و تعمیداتی در نظر گرفته شده برای مقابله با اون، در حالی که در کشوری نظیر ایران مثلا ما نه تنها از این قوانین پیشرفته برای مقابله با خشونت علیه زنان روبرو نیستیم، خود قوانین نوعی خشونت نمادین یا قانونی شده رو یا خشونت سمبولیک رو نمایندگی میکنن. کشوری که مثلا ازدواج با کودکان درش آزاده، نفس این یعنی خشونت نهادینه شده، قانونی شده و سمبولیک. حتما خوندید جدیدن تو گزارش هایی که میزان بسیار بسیار گسترده ای از در واقع کودکان جدیدی که باردار شدن، حتی نه فقط میزان ازدواج کودکان افزایش پیدا کرده بلکه بارداری کودکان، خب که مختص فقط ایران هم نیست، هم نیست، خیلی از کشورها نظیر هند، کشورهای فقیرتر آسیایی و حتی آمریکای لاتین و آفریقا در این مسئله سهیمن، یعنی ازدواج کودکان درشون گسترده است. ولی خب ایران با توجه به اینکه سن ازدواج در واقع پایین سن بلوغ پسران و دختران هست، در نتیجه این ازدواج ها قطعا به عنوان یک نوعی از خشونت در درجه اول سکسوال وایولنس شناخته باید بشه، در واقع خشونت جنسی علیه این کودکان جنبه های دیگر. ولی در اشکال گوناگونی از خشونت که گفتم، بنابراین خشونت فیزیکی از طریق آسیب رساندن به دیگری با تولید رنج به قصد اعمال سلطه و کنترل صورت میگیره. خشونت های جنسی هم چه در مورد برخورد با کودکان که از اون به عنوان اینسیست یا تجاوز یا آزار جنسی کودکان نام برده میشه توسط والدین میتونه صورت بگیره، یا افراد مثلا بزرگتر خانواده، برادر یا خواهر بزرگتر علیه کوچکتر. اما در مورد زنان این خشونت های جنسی درسته در اجتماع خیلی گسترده تره، مثلا خشونت های جنسی که در محل کار باهاش روبرو میشن و یا در خیابان میتونن با تجاوز یا آزار جنسی روبرو بشن، در خانه هم خشونت جنسی به معنای هر گونه رابطه جنسی که یک شوهر با همسر خودش داشته باشه یا یه پارتنر با اون دیگری داشته باشه، خلاف میل دیگری باشه، از نظر قانون به عنوان خشونت و تجاوز جنسی شناخته میشه در سوئد. خب شما باز هم این قانون رو نگاه بکنید، مقایسه کنید که تو ایران مثلا بنابر قوانین مردی که زنش تن نده به خواست ارضای جنسی مرد، میتونه مرد نفقهش هم نده و تازه کتکش هم بزنه، نیست؟ یعنی اصل بر اونه که هر وقت مرد اراده کرد زن در واقع در اختیارش قرار بگیره و خواستها و نیازها جنسیشو برطرف کنه. سوئد سالهاست که از مقوله تجاوز شوهر به زن هم یعنی همخوابگی علی‌رغم میل زن ولو در روابط خانوادگی این تصویب شده، اما جدیداً قانون دیگری تصویب شده که حتی لازم نیست زن به شوهرش، همسرش،
دوست پسرش، هر کسی، پارتنرش، میتونه همجنس باشه، دیگر جنس خواه باشه، فرقی نمیکنه. لازم نیست که حتما به صلاح گفته باشه نه، کافی است که رضایت نشان نده. دقت میکنید؟ یعنی حتی اگر با رضایت خاطر زن این رابطه جنسی صورت نگرفته باشه، اینو به عنوان خشونت جنسی تلقی میشه. یعنی زنی ممکنه به دلیل، فرض کنید، وابستگی اقتصادی، فرض کنید به دلیل اینکه نگران اینه که شوهرش عصبانی بشه یا بترسه از اون، با اکراه تن بده، فعال نگه نه اجازه نداری به من دست بزنی، با اکراه تن بده، خود این جلوه از خشونت جنسی مرد علیه زن تلقی میشه. بنابراین این چند نمونه ای که برشمردم، خواستم بگم که تعاریف، دقت در مصادیق خشونت ها به راستی در کشورهای گوناگون بسیار متفاوته و بنابراین جامعه نظیر ایران که خشونت مردان علیه زنان بسیار گسترده است، به راستی بر من روشن نیست چند درصد زنان ممکنه اصلا با خشونت روبرو نشده باشن. اگر دقیق تر بخوام بگم، حتی در سوئد که گفتم از هر سه نفر یک نفر اینو تجربه کرده، خب خیلی مورد خشونت قرار میگیرن، رابطه رو ترک میکنن به خاطر امکانات طلاق و امکاناتی که پیش رو دارن. اما در جامعه ایران بسیاری میتونن به دلیل باز همون وابستگی های اقتصادی، قانونی و غیره، اصلا این امکان رو نداشته باشن. در سوئد بنابر همون آماری که گفتم، 10% کسانی که دارن به نقد با کسی زندگی میکنن، با پارتنرشون، زنانی که با یه پارتنر مرد دارن زندگی میکنن، واسه تو این آمار همجنسگرایان را مد نظر قرار ندادیم، زنانی که با یک مرد زندگی میکنن، دست کم از هر 10 زن یک نفرش داره به نقد مورد خشونت قرار میگیره. یعنی نه اینکه از زندگی قبلیش، داره مورد خشونت قرار میگیره و داره در زندگی رو با این فرد ادامه میده. روشن است منظورم چیز دیگه؟ چون خب خواستم بگم این نوع آمارها در مورد کشوری نظیر ایران بسیار بسیار میتونه گسترده در باشه، ولی من در مورد آمارهای ایران اگر خیلی تکیه نمی کنم، یک دلیلش اینه که به راستی مصادیق آماری برای ایران برای من ناروشنه که این چه صحت آماری، چه اصلا منظور و معنای خشونتی که از اون نام برده شده. خب تازه گفتم تو سوئد حداقل خشونت فیزیکی و خشونت جنسی تعریف شده است و زن میتونه بره شکایت کنه من سیلی خوردم، من اینجا کبود شده، به من تجاوز شده، غیره. اصلا این رو میتونه به موضوع شکایت قرار بده. چیزی که در اینجا در دو زمینه، یعنی میخوام بگم خشونت های جنسی و فیزیکی، سکسوال وایولنس و وایولنس، از یک درجه ابجکتیویتی، از یک درجه از به اصطلاح قابل اندازه گیری بودن برخورداره. بالاخره اگه جاتون کبود شده یا یه سیلی خوردید، سیلیست دیگه، درسته؟ حالا بگه من شوخی کردم، جدی، یه چیز دیگه است، باز هم اونجا خانشا میاد وسط، ولی از یک درجه از به اصطلاح قابل اندازه گیری بودن برخورداره. دو نوع بسیار گسترده دیگر خشونت که ابعاد این خشونت رو میتونه خیلی گسترده تر بکنه علی زنان و به سادگی قابل اندازه‌گیری نیست، یکی خشونت روانی است، به شدت معنای سوبژکتیو به خودش گرفته. خشونت روانی باز هم تولید رنج، و اینجا رنج روانی، در دیگری به قصد اعمال سلطه و وادار کردن او به انجام کاری خلاف میل خودشه. در کلی ترین معنا خشونت نوعی یکی از ابزارهای برهنه قدرت برای وادار کردن دیگری به انجام کاری خلاف میل خودشه. و خشونت چه جنسی، چه فیزیکی، چه روانی،
با تولید رنج در دیگری همراهه. واژه تولید رنج یا آسیب رساندن رو میخوام تاکید بکنم. این تولید رنج گفتم در مورد جنبه‌های روانی میتونه قابل اندازه‌گیری نباشه. تحقیر یک خشونت روانی است. فوش یک خشونت روانی است. فریاد زدن برای ترساندن دیگری یک نوع خشونت روانی است. تهدید به خشونت خودش خشونت روانی است. اگه این کارو نکنی میزنمت، یعنی داری خشونت اعمال خشونت میکنی. نیست؟ بنابراین در هم شکستن اعتماد به نفس دیگری نوعی خشونت روانی است. فراتر از اون، منزوی کردن فرد از روابط اجتماعی نوعی خشونت روانی است. بسیاری از مردان زنان رو سعی میکنن ایزوله کنن، رابطه شو با خانوادهش قطع کنه، با دوستانش قطع کنه، با دیگران قطع کنه، چون همه اونا میتونن به منابع قدرت تبدیل بشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه زنی بتونه بره درد دلش رو برای دوستش بگه، یه عضو خانواده بگه، ممکنه دلداری بگیره، ممکنه حمایت بگیره، نیست؟ و روزی بیسته در برابر آن کسی که خشونت اعمال میکنه. بنابراین منزوی کردن فرد به صورت کلی و منزوی کردن زنان به صورت اخص یکی از اشکال خشونت‌های روانی است. چرا گفتم حالا اینا قابل اندازه گیری نیست یا خیلی سوبژکتیوه؟ شما به سادگی نمیتونید برید بگید که شوهر من منو تحقیر میکنه. خیلی به ندرت، گرچه در سوئد هم یک قانونی در مورد کرامت شخصی وجود داره که اگر آن هم در هم شکسته بشه میشه شکایت کرد، ولی اینکه برید بگید طرف به من فوش داد شکایت بکنید، اصلا چنین پرونده های رسیدگی نمیشه بهشون. خاصه خشونت های فیزیکی و جنسی بسیاری از مواقع، همونطور که بیشتر هم اشاره کردم، خیلی از زنان به خاطر خجالت، ترس، وابستگی یا نگرانی از اینکه پلیس، مقامات قضایی و غیره رسیدگی جدی نکنن یا شکایت نمی کنن در مورد خشونت ها، یا اگرم شکایت می کنن پس گیر می گیرن، چون یا اصلا پرونده به دلیل به اصطلاح میگن کمبود مدرک لازم بسته میشه. خب شما برید بگید صبح تا شب پارتنرم منو تحقیر کرد، اونم بگه نه دروغ میگه. خب به اصطلاح مستند کردن این کار سخته، مگر اینکه دائما صدای همدیگر رو ضبط بکنند و و غیره، از اینجور کارات صورت بگیری که بشه مستندش کرد. و کلا جامعه به گمان من هنوز دقت کنم، تازه در مورد جامعه سوئد که پیشرفته ترین کشوری در زمینه برابری جنسیتی سخن میگن، کشورهای اسکاندیناوی، وگرنه کشورهای دیگر که اصلا خیلی دراماتیک تره در این زمینه. تازه در کشورهای دیگر اگر یک شاهد اون بودیم که در سوئد هم در گذشته چنین بوده، اگر مثلا زنی بره در بگه که من مورد مثلا آزار جنسی قرار گرفتم، یا اصلا زنی برگرده بگه من با یه مردی آشنا شدم توی باری، مشروب با هم خوردیم، با هم لاس زدیم، خوشمون اومد، بردمش خونه، دو تا گلاس هم اونجا خوردیم، موسیقی گذاشتیم، رقصیدیم، به اصطلاح بوسه کردیم هم دیگر رو، بغل کردیم، ولی بعد اون منو مورد تعرض جنسی قرار داد، اصلا در خیلی از فرهنگ های کشورهای دیگر و قوانین کشور اصلا این در مخیلشو نمی گنجی، میگن که آخه خودت مقصری، چرا بردیش اصلا به خونه، چرا لباس کوتاه پوشیدی، چرا لوندی کردی، چرا بوسیدی، چرا باهاش شراب خوردی. در واقع خشونت تنها جرمی است در جهان، من جرم دیگری جور نمیشناسم، که قربانی باید احساس شرم بکنه از اینکه با این جرم روبرو شده. شما اگر جیبتون رو بزنن، خونتون رو بزنن، دوچرختون رو بدزدن، به سادگی میرید شکایت میکنید، برای دوستان آشنایتون هم تعریف میکنید، خجالت نمیکشید که شما قربانی خشونت هستید، نه جرم هستید، نیست به ذکاری های گوناگون هستید. اما این تنها موردی است که قربانی نگران اینه که مقامات قضایی نگن تقصیر تو بود که مرد رو وسوسه کردی اومد به تو تعرض جنسی کرد، چرا دامن کوتاه پوشیدی، چرا سینه تو نشان دادی، چرا بردیش خونه. یعنی
من بردم پارتنر فرد ناآشنایی که آشنا شدم مثلا بردمش توی تخت خواب، یکدیگر رو هم بغل کردیم بوسیدیم، بس دیگر بیش از این نمیخوام. خوشو هر جایی که فرد بگه نه باید به عنوان نه شناخته بشه. و وقتی که میخوام بگم در سطح جهان حتی در مورد خشونت‌های جنسی یه همچین چیزی جا نیفتاده، یا تازه قربانی باید احساسه، میتونه توسط دادگاه ها، توسط مقامات، توسط افکار عمومی تازه به عنوان شریک جرم یا اصلا مسئول اصلی این جرم شناخته بشه. خب خود اینها باعث میشه که خیلی موقع زنان اصلا شکایت نمی کنن از سر اون حس شرم، از سر اون حس تقصیر یا ترس و نگرانی و وابستگی دیگر. این در مورد حتی خشونت های فیزیکی و جنسی هم مصادیق گسترده داره، چه برسه خشونت روانی که اصلا به جد گرفته نمیشه. یعنی مصوبه دقیق قانونی در این زمینه هنوز وجود نداره. حتی موردهای بسیار محدودی که وجود داره، خیلی از این موارد خشونت روانی مخلالش نیست. ما در بررسی هامون در مورد خشونت ها میگیم اگر فردی مثلا مردی به زنی برگرده بگه تو هیچی نیستی، تو هیچ کس نبودی، توسط من به اینجا رسیدی، یعنی تلاش برای درهم کوبیدن اعتماد به نفس آن زن، و این مصداق از مصادیق خشونت روانیه. شما با این میتونید برید اعلام شکایت کنید و طرف محکوم میشه. خشونت های جنسی و روانی پرونده های فیزیکی و جنسی گسترده ای هست که اونها هم تازه رسیدگی نمیشه، اینها که اصلا گفتم به جد گرفته میشه. خواستم بگم در حالی که ابعاد خشونت های روانی خیلی گسترده تر از خشونت های جنسی و فیزیکیه، تو گزارش های خشونت اصلا در نظر گرفته نمیشه، به همین دلیلی که گفتم، یعنی آمار رو ما نمیدونیم در این زمینه چقدره. در مورد خشونت های شکل دیگری از خشونت، خشونت اقتصادی، در مورد خشونت های روانی مثلا در اینجا ما فقط به عنوان خشونت روانی میشناسیم، تو گزارش سازمان بهداشت جهانی خشونت عاطفی یا emotional violence هم به عنوان بخش از جداگانه نامگذاری شده، ولی مثلا در سوئد اون رو به عنوان بخش از خشونت روانی شناخته میشه. فقط تحقیر نیست، حتی جریه دار کردن احساس دیگری برای اعمال کنترل هم بخش از یه خشونت روانی است. در واقع اگر خشونت های اقتصادی باز هم گاه تفکیک میشه به خسارات مادی و خشونت اقتصادی، گاهی خسارات مادی هم مشمول حال اون میشه. منظور از خسارات مادی چیست؟ شما ظرف میزنید، دعوات میشه، وسیله پرت میکنید، تلویزیون میشکنید، نمیدونم ظرف میشکنید، بشقاب میشکنید و غیره. طرف مقابل برای اینکه هزینه مادی سنگینی پیدا نکنه، اصلا هم خشونت روانی است و هم اینکه اصلا اقتصادی است، برای اینکه تلفات اقتصادی رو در بر خواهد داشت، میگه اوکی، اصلا به حق با توئه، از تو میگی درسته. یعنی لازم نیست حتما وسیله پرت بکنه که اون یکی رو بزنه، کافی وسیله بشکنه. از این به عنوان به اصطلاح خسارات مادی نام برده میشه که گاهی تفکیک میشه، گاهی این هم به حال به عنوان بخش از خشونت اقتصادی نام برده میشه. اما اشکال دیگر خشونت اقتصادی که خسارت مادی هم محسوب نمیشه، مثل وسیله شکستن و غیره، در واقع کنترل اقتصادی یکی توسط دیگری و اون عموما زنان توسط مردان. یعنی چی؟ مثلا اگر مردان بر درآمد اقتصادی زن کنترل داشته باشن، یا کریدیت کارت ها رو آنها داشته باشن، یا تصمیمات اصلی اقتصادی رو در واقع مردان هستن دارن میگیرن نیست، و زنان در واقع به رغم این که حتی ممکنه مشارکت داشته باشن در چه میگن تامین درآمد خانه، اما از استقلال مادی برخوردار نیستن که از پولشون برای خودشون چه خرجی بکنن. ممکنه برای آرایش باشه، ممکنه برای کتاب باشه، ممکنه برای فرهنگ باشه، ممکنه برای لباس باشه، ممکنه برای چیزهای دیگر. من دلم میخواد اینجا یه مثالی رو بزنم که وقتی شنیدم، در دوستانی بودن در کانادا
به محض اینکه شنیدم گفتم این مصادیق خشونت اقتصادی است. دوست عزیزی داشت میگفت که با همراه همسرشون بودن اون موقع، بعدا جدا شدن، داشتن میگفتن که مرد میگفت من هرچی به همسرم میگم اینقدر پول تو صرف وسایل آرایش نکن، برو کتاب بخر بشین ببین. این معمولا گوش نمیکنه، ولی من به این مسئله خیلی اصرار میکنم و سعی میکنم تشویقش کنم این کارو بکنم. منم خیلی بی پرده گفتم شما دارید خشونت منتقل میشید. خیلی بهزده پرسید برای چی؟ گفتم برای اینکه زن شما به شما میگه این سیگاری که میکشی و مضرترین چیز ممکنم هست، درآمد خانه رو خرج این نکن، برو بشین کتاب بخر. چرا اون هرگز این حرفو به تو نمیزنه، ولی تو به خریدی که برای از پول برای وسایل آرایش خودش میخواد استفاده کنه که فکر میکنم نگرانی جای دیگری است در واقع، اونو مورد سوال قرار میدی، میگی اون بیهوده است. بالاخره آرایش کردن زیبایی داره و خیلی هم دیگران و خود فرد لذت میبره، نیست؟ چطور به خودت اجازه میدی که در مورد سیگار خود هرگز این سوال رو همسر دستو نکنه، ولی تو فکر میکنی که تو باید تعیین بکنی که این درآمد به چه شکلی خرج بشه. بنابراین کنترل اقتصادی اگر دقیق تر بخوام عنوان بگم، فقط در مورد تصمیم گیری های کلان اقتصادی نیست، کنترل روزمره که این درآمد چگونه باید صرف بشه و یا کردیت در انحصار مرد قرار بگیره، جلوه هایی از کل مفهوم خشونت اقتصادی است که اساسا معنیش کنترل درآمد اقتصادی فرد مقابل است. خب با این تعاریفی که گفتم، کنترل اقتصادی هم شما به سادگی نمیتونید برید شکایت بکنید من مورد خشونت قرار گرفتم برای اینکه مثلا من میگه که اینو نخریم اونو بخریم. قوانین در این موارد وجود نداره و به همین خاطر خواستم میگم ابعاد، اگر ما هر چهار شکل، چهار یا پنج شکل خشونت رو در هم بیامیزیم، ابعاد خشونت های خانگی خیلی گسترده تر از آن چیزایی که در واقع به نظر میرسه هست. بگذاریم از اینکه این خشونت ها اینطوری نیست که همیشه منفک باشه، معمولا به هم پیوسته است. خیلی غیر قابل تصوره کسی دائما مثلا خشونت جسمی بکنه، فیزیکی بکنه، ولی خشونت روانی نکنه، یا دائما از خشونت روانی استفاده کنه و اصلا هیچ وقت خشونت جسمی و فیزیکی رو به کار نبره. نمیگم قطعا یکیست، ولی خواستم بگم به یکدیگر مرتبط و مؤثر هست. خب من به کوتاهی راجع به تعریف خشونت، ابعاد خشونت، پیامدهای خشونت هم اشاره کردم و چه به لحاظ پیامدهای اقتصادی که داره، چه تأثیر روانی که میذاره با هنجارمند کردن خشونت، این امر رو در واقع یه امر جاودان میکنه، چه با توضیحی که در مورد در واقع این اشکال گوناگونه آن دادم. در کشوری نظیر سوئد و خیلی از کشورهای دیگر خشونت از جمله باعث گسست روابط به اصطلاح زوج میشه، ازدواج و به طلاق می انجامه. یعنی معمولا در میان طلاق گرفته تعداد کسانی که خشونت درشون وجود داشته باشه خیلی بالاست. بنابراین هر جا که افراد مشخصا زنان که مورد خشونت قرار می گیرن از امکان استقلال برخوردار باشن، یا قوانین این امکان رو در اختیارشون قرار بده، یا جامعه این امکانات رو قرار بده، این میتونه خشونت به اصطلاح در کوتاه مدت میتونه موجب درهم شکسته شدن شخصیت، روح و روان، جسم و فرد بشه. در دراز مدت فرد اگر قربانی، در دراز مدت اگر این امکان رو داشته باشه، خودش رو رها خواهد کرد. طلاق‌های بیشتر در این زمینه نشانگر اینه. بنابراین قسمت آخر بحثم که برخواهم گشت به راهکارها، یکی از راهکارهای بسیار مهم افزایش منابع قدرت زنان و کودکان در مقابله با خشونت. این افزایش منابع قدرت هم به لحاظ قانونی، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ هنجاری، هم شبکه زنان علیه خشونت و هم تبلیغ فعال در واقع آموزشی در این زمین است که باید صورت بگیره. من برمیگردم
جلوتر به اون قضیه که چگونه مثلا در حالی که در تمام کشورهای دموکراتیک قانون به سمت به اصطلاح تعدیل مجازات پیش میره، مجازات ها تعدیل میشه، مجازات اعدام نیست یا خیلی از جرم ها مجازاتشون کمتر شده، خشونت علیه زنان و کودکان تنها حوزه ایست که ما با تشدید مجازات روبرو هستیم در کشورهای دموکراتیک غرب. و اصلا این تشدید مجازات رو ما استقبال میکنیم و از اون به عنوان یکی از ابزارهای افزایش منابع قدرت زنان و کودکان در مقابل با خشونت مردان ازش نام میبریم. من به این برمیگردم. الان میخوام دیگه با این همه محدودیت در فرصت برم صفر نظریه‌ای که خب بالاخره همه اینا رو گفتیم، چرا این خشونت صورت میگیره، چرا عموما مردان این خشونت رو مرتکب میشن و چگونه میشه در واقع، چون فهم مسئله کمک میکنه در راه حل ها برای مقابله با اون ما بتونیم در واقع راه حل های جدیدتری رو در واقع. ببینید بعد یه سری نظریات هست که بیشتر یا به روانشناسی فردی میپردازه که به جای خودش اهمیت داره، موضوع بحث من امروز نخواهد بود، برای اینکه ما جستجو نمی کنیم که هر فردی چرا به خشونت متوسل میشه، میخوایم بفهمیم چرا 95% خشونت ها توسط مردان صورت میگیره، چرا 80% قربانیان خشونت های خانگی زنان هستن که توسط یک فرد آشنا مورد خشونت قرار میگیرن نیست. رابطه عشق و خشونت رو میخوایم بررسی کنیم، چیزی که ظاهرا کاملا هم تفکیک شده است. بنابراین بررسی هایی که من در اینجا اشاره خواهم کرد به سه نظریه جامعه شناختی در بررسی خشونت مردان علیه زنان تکیه خواهم کرد، هم از این نظر که من جامعه شناسم طبیعتا میرم نظریه جامعه شناختی رو بررسی میکنم، چه به دلیلی که فکر کنم پدیده‌ای که انقدر فراگیره همگانیست، نظریه هایی که توضیح فردی میده اگر نگم غیر جدیست میخوام بگم خیلی ناقص خواهد بود برای توضیح. یکی از اون نظریات راجب روانشناسی فردی هست که به خاطر ضیق وقت اصلا ازش صرف نظر میکنم. ما نظریه های دیگری هم داریم، نظریه های به اصطلاح راجب ساب کالچر، خرد فرهنگ یا محیط ها، تأثیرات محیط پیرامونی که اونها هم مهمه. مثلا گفته میشه که خانواده هایی که فرد در اونا با خشونت روبرو میشن خب بیشتر ممکنه به خشونت، کودکی که با خشونت روبرو میشه بعدا بیشتر به خشونت رو بیاره. یا گفته میشه در میان گروه های الکلی یا معتاد میزان خشونت بیشتره، اینم مصداق داره. و حتی گفته میشه که فرد اگر مشروب بخوره، مست بکنه، بیشتر ممکنه به خشونت متوسل میشه، که اینا غیر واقعی نیست، ولی اینا جا به جا کردن به صلاح جرقه انفجار در رخداد خشونت با عاملیت و چرایی این خشونته. دو تا بحث دیگه است. خب اینجوری باشه همه زنایی هم که مشروب میخورن و مست میکنن باید به خشونت متوسل میشن نیست، اگر قرار باشه الکل دوزیدن دیگه ماجرا باشه، چنین نیست، بلکه مصرف الکل و غیره میتونه در واقع برخی از اون دیوارها رو کنار بزنه که فرد با جرأت بیشتری به اون کار متوسل بشه، کاری که در حالت عادی از مشروعیت درخور برخوردار نیست به بهانه مستی یا به نام مستی این کار رو میتونه انجام بده. چقدر این کار واقعا مستی به خودی خود شعائر فرد رو زائل میکنه که باعث میشه خشونت متوسل بشه، یا آنکه نه اصلا فرد رو شجاعت بهش میبخشه که این کار رو بکنه، یا اگر بنده بدونم که الان اگر قرار باشه خشونتی متوسل بشم همه منو تقبیح میکنن، ولی اگه مشروب بخورم که اینی میتونم بهانه دارم برای اینکه خشونت خودم رو توجیه بکنم، خب دو قلوبم مشروب میخورم به خشونت متوسل میشم دیگه نیست. متوجه نکتم کجاست؟ خواستم بگم که تحقیقات نظری جامعه شناختی خیلی مسائلی نظیر الکل و غیره رو
اصلا وارد بحث نمیشن به عنوان چرایی بروز خشونت، چون اینا کاتالیزورهای تسلیح کننده هستن، عامل های بروز خشونت نیستن. در سه نظریه که اشاره کردم، سه نظریه اصلی در زمینه به اصطلاح جامعه شناختی خشونت خانی، خشونت در روابط نزدیک یا خشونت مردان علیه زنان در واقع گفته میشه، یک نظریه، نظریه نظام جنسی قدرت، نظریه نظام مرد سالاری یا پدر سالاری به عنوان توضیح دهنده علت خشونت مردان علیه زنانه، این بخواهم پرداخت. دوم، این نظریه به اصطلاح بیشتر رادیکال فمینیستی یا نظریه ساختارگرایی نظام جنسی نابرابری قدرت به عنوان توضیح دهنده اون، نگاهی است مکرو کلان ساختارگرا که بررسی میکنه که شرایط اجتماع در بروز این خشونت چه نقش داشته. نظریه دوم نظریه است خرد به اصطلاح میان کنشی یا اینتراکشنیسم، یعنی اگر مدل اول جندر به اصطلاح جندر پاور استراکچر در واقع پایه اون نظریه است، در مورد دومی اینتراکشنیسم در واقع نظریه جامعه شناس روانشناسی اجتماعی است، یعنی از نگاه میکنه که میگه که اوکی عوامل کلی میتونه تأثیر بگذاره، ولی خب همه خانواده هم به خشونت متوسل نمیشن، خیلی موقع هم زنان هم علیه مردان ممکنه خشونت بیارن، یا مردان علیه مردان یا زنان علیه مردان. چه چیزی باعث میشه در برخی از خانواده خشونت صورت میگیره، برخی صورت نمیگیره؟ میگه که این ما نیازمند فراتر رفتن از ساختارها هستیم و باید در واقع به جای نگاه به ساختارها که یک نوع دترمینیسم رو در بر خواهد داشت، باید به شرایط مشخص کنش متقابل اون زوج رو بررسی بکنیم. به این پخوام نظریه سوم نظریه تقاطع میانبرشی اینترسکشنالیتی است که در واقع خرد و کلان رو در هم میامیزه، مکرو و میکرو رو در هم میامیزه، ساختار و اکتور رو در هم میامیزه، در این حال از تنوع روابط قدرت سخن میگه که نظام جنسی قدرت یکی از اوناست و در این زمینه شاید اصلی ترین، اما برای فهم دقیق تر خشونت معتقد هستش که باید به توزیع روابط قدرت در خانواده نگاه کرد. من به کوتاهی به هر کدوم از این سه نظریه اشاره خواهم کرد. نظریه نظام جنسی قدرت، نظام نابرابری جنسی قدرت، اساساً توضیحش در مورد خشونت اینه که خشونت بخشی از نظام جنسی نابرابری قدرت، اصلا بخشی از فرهنگ مردان است. مردا یاد میگیرن که خشونت رو به کار ببرن به عنوان بخشی از مردانگی. مگه تو حتی کشورهای پیشرفته هنوز تو خیلی از مدارس، توی مهد کودک ها، توی مدارس غیره، مردا با توف بودن، با مسلط بودن و قدرتمند بودن و خود را نشان دادن و در صورت لزوم به زور متوسل شدن و گریه نکردن و احساساتی نبودن و غیر و غیر و غیره پرورش پیدا نمی کنه. این الگوهای مردانه توی تئوری به اصطلاح نظام نابرابری جنسی قدرت تصویری از به دلیل روابط نابرابره قدرت که زنان فروده است و مردان فراده است هستند، استفاده از خشونت به عنوان یک ابزار برای تحکیم این فرادستی معنا پیدا کرد و میگه بیدلیل نیست که در بسیاری از کشورها ما شاهد این هستیم که این فرادستی جنبه حتی مشروعیت قانونی دارد. خیلی از کشورها اصلا خشونت ممنوع نیست، خیلی از ادیان اصلا اینکه مرد زنی رو که تمکین نکرد باید بزنه از جمله تو اندیشه های اسلامی هم میبینیم، اصلا رایجه، تو یهودیتش هم میبینیم، در حتی مسیحیت هم شاهد این هستیم، یعنی به دین خاصی هم مربوط نیست. در فرهنگ، در قوانین، منع قانونی در مورد خشونت که وجود نداره، هیچ توجیه میشه خیلی موقع ها خشونت ها یا مجاز شناخته میشه. در خود سوئد چند از خشونت ممنوع شده. بنابراین این تئوری بر سر این اصرار داره که خشونت به عنوان یکی از ابزارهای
تحکیم این روابط نابرابر جنسیت قدرت هم در سطح جامعه هم در خانه معنا پیدا می‌کنه. هر جا که سلطه مردان به چالش کشیده بشه، استفاده از خشونت برای تحکیم این سلطه موضوعیت پیدا می‌کنه. بسیاری میگن که امروز در جوامع مدرن بالاخره اینجوری نیست، حداقل خشونت به لحاظ قانونی مشروعیت نداره، جرمه، به لحاظ افکار عمومی هم قبیحه. درسته پیشرفت های جنبش زنان، پیشرفت های دموکراسی، پیشرفت های حقوق بشری باعث شده که خشونت مردان علیه زنان از آن مشروعیت قانونی یا مشروعیتی که در گذشته برخوردار بود برخوردار نباشه. اما حتی تو این تئوری نظام جنسی نابرابری قدرت سهل‌انگاری میدونه که اولا در سطح جهان از این خبران نیست، خیلی کشورهای محدودی شاید این به این مرحله رسیده باشن. ثانیا حتی در این کشورها گفته میشه ما با اشکال پیچیده تری از مشروعیت خشونت روبرو هستیم. چگونه؟ نادیده گرفتن خشونت خودش یعنی مشروعیت بخشیدن رو، اهمیت ندادن کافی نوعی مشروعیت بخشیدن رو، پنهان کردنش نوعی مشروعیت بخشیدن به اونه نیست. بنابراین گفته میشه که اینطوری نیست که در این جامعه ها یک سر در واقع خشونت از هر نوع مشروعیتی برخوردار نیست. بگذاریم از اینکه همونطور که گفتم حس گناهی که تولید میشه، این که اصلا هنوز قربانی زن فکر میکنه که گناه کرده که باید این کار رو انجام مثلا بره شکایت بکنه، دیگران ممکنه در واقع تحقیرش کنن، زیر سوالش ببرن، خود این بخش از این شکل‌های پیچیده مشروعیت بخشیدن به خشونت یعنی ادامه بده و برای خودت خود بده، خودت بی‌آبرو میشی، خودت در واقع اعتبارتو از دست میدی. اما صرف نظر از این جنبه‌های که اشکال پیچیده تر نهادینه شدن خشونت مردان علیه زنان تأکید میشه تو نظام نابرابری جنسیت قدرت، که شما نگاه کنید حتی به پروسه سوسیالیزشون، اجتماعی شدن افراد، تعداد فیلم هایی که همه دنیا هم داریم میبینیم تو پیشرفته در این کشورها، مردان یا رامبو هم، مردانگی رامبو، جیمز باند و انواع اقسام اینایی که عضله های خیلی کتوکلوفتی دارن، خوب تیر میزنن، خوب میکشن، یعنی تمام این فیلم ها، اکشن ها رو مثلا نگاه کنید، قهرمانان اساسا مردان تولید کننده خشونت هن، یا قهرمان فیلم با کشتن و با زدن و با توانایی و برتری فیزیک و بدنی به شدت مسکولینیتی، این معمولا یک زن جوان زیبای سکسی هم به اصطلاح گروگان گرفته شده، این قهرمان مرد با اکشن و با زدن و کشتن و به کار گرفتن خشونت چیره میشه بر دشمن، اون زن رو هم نجات میده، یه سکس هم آخرش تمام میشه و فیلم به اصطلاح خوبی و خوشی پایان میپذیره. 90% فیلم های اکشن اگه بیشتر نه برای یک چنین چیزهای استواره، تصویر از زنانگی به عنوان عنصر منفعل و مردانگی به عنوان استفاده از خشونت برای اقتدار نمایی. خب بچه ها دارن این فیلم ها رو میبینن، این فیلم هایی شب و روز تلویزیون داره تولید میشه، تصاویری که رسانه ها از مردانگی و زنانگی تولید میکنن، و تئوری نظام نابرابر جنسی قدرت تاکید میکنه که پروسه سوسیالیزاسیون، کتاب های درسی، رفتارهایی که حتی تو کشوری نظیر سوئد مثلا میزان فوش های جنسی که پسران و دختران میدن، همه اینها نشانگر این واقعیته که چگونه خشونت تبدیل شده به عنوان بخشی از به اصطلاح ابزار اعمال قدرت مردان. و بنابراین این ادعا که خشونت هیچ مشروعیتی نداره قابل بحث و قابل نقد هستش. اینو نمیتونم نه عزیزم، اینجا صداشو باید دارم. به شرطی که اینجا بشینی صدا شده کنه باشه. اگر برگردم به
این خیلی کوتاه خواستم توضیح بدم، این توری خیلی مفصل تره، ولی این توری بر سر نرمالیزه شدن خشونت تاکید داره، عنوان میکنه در واقع دستگاه های پیچیده از دولت، نهادها، رسانه ها، مدارس، مهد کودک ها، تربیت های اجتماعی، نابرابری جنسی قدرت، در واقع نوعی مستقیم یا غیر مستقیم مشوق اقتدار مردان بر زنانه و خشونت رو هم به عنوان یکی از ابزارهای اون معنا میبخشه. دلیل اصلی این که مردانگی با خشونت گره خورده، دلیل اصلی که زنان قربانیان خشونت در زندگی خانوادگی هستن این هستش. نرمالیزه شدنش هم به این ترتیب هستش که هرچی هنجارهای مذهبی، قانونی، سنتی مشروعیت بیشتری به این خشونت ها بدن، امکان تداوم این خشونت ها بیشتر هستش. من از همینجا میخوام به یک نکته دیگری نقل بزنم، اینکه هنجارها میتونن خشونت و مشروعیت ببخشن غیر قابل انکار، اشاره کردم برخی از جامعه شناسان راجع به حتی نقش عشق در این زمینه سخن گفتن که عشق میتونه به عنصر مشروعیت بخشیدن به خشونت تبدیل بشه. ظاهرا بین عشق و قدرت دو تا چیز متضاد، عشق و خشونت که علاقاده به هم مرتبط نیست. اما صداش عزیزم باید کم کنیم، باشه پسرم؟ اگر اون صدا اذیت نمی کنه من ادامه بدم، میتونم ادامه بدم. بله، بنابراین تأکیدم بر سر این بود که عشق به عنوان یک منبع سمبولیک قدرت، چون عشق هم یه رابطه وابستگی تولید میکنه، یه رابطه عاطفی است و عشق میتونه، عشق پدرسالار، اون چیزی که به نام حتی عشق رمانتیک گفته شده که در اون زنان عشق میدن و مردان عشق میگیرن، به اصطلاح به عنوان یکی از ابزارهای تحکیم پدرسالاری شناخته شده و مشروعیت بخشیدن به حتی خشونت. چگونه؟ خیلی سخت نیست، بسیاری در زندگی های روزمرهشون دیدن تعداد دفعاتی که بسیاری از زنان از شکایت علیه مردان خودداری کردن و وقتی پرسیدن چرا شکایت نکردید، توضیحی که داده شده این بوده که من عاشق همسرم هستم. در واقع عشق به ابزار توجیه اوریانترین شکل سلطه یعنی خشونت مونده میشه. یا بارها گفته شده اون منو دوست داره، منظوری نداشت، آخه اونم عاشق منه. و به نام عشق در واقع حتی خشونت توجیه میشه. رابطه بین عشق و خشونت و اولونگرن، یکی از محققان برجسته فمینیست که بزرگترین تحقیقات راجع به خشونت رو در سوئد کرده، تاکید میکنه که این رابطه بسیار اصلا نوسان دائمی است بین عشق و خشونت و زن دائما بین این دو به اصطلاح نوسان میکنه یا پندلا میکنه، به رفت و برگشت میکنه. بسیاری از مواقع دیدیم که مردانی که به خشونت علیه زنان پرداختن، حالا بعد برخواهم گشت، مثلا من خیلی دوستت دارم، منظوری نداشتم، عاشق تو هم، بعد با یک سکس و با یک به اصطلاح ابراز محبت این خشونت پایان میپذیره تا دور دیگری از خشونت شروع میشه. بنابراین تئوری که بر نورمالیزرینگ پروسس یا پروسه به اصطلاح هنجارمند شدن خشونت تاکید داره به عنوان بخشی از نظام پدرسالار، عنوان میکنه که مکانیزم های مستقیم و غیر مستقیم از عشق گرفته تا هنجارها، تا سنتها، تا پیرامون، تا افکار عمومی و غیره تو جامعه ایران که خیلی گسترده است، اینقدر خانواده ها اگر یه زنی مورد خشونت قرار گرفته باشه پدر و مادر رو میگه حالا برو صحبت کن حل میشه، یعنی تشویق به شکایت مینیماله، تشویق به رضایت دادن و در کنار به سر بردن حد اکثر خانواده های دو طرف درگیر میشن و سعی میکنن ماجرا رو به صلح با صلح و صفا حل و فصل کنن. اینها عادی سازی خشونته. بنابراین همینطوری گفتم تئوری نظام نابرابری جنسی قدرت تاکید میکنه
تا زمانی که نظام نابرابری جنسی قدرت وجود داره، ما این خشونت‌های گسترده مردان علیه زنان رو به سادگی نمیتونیم محو بکنیم و در گروی تغییر در واقع به طور اساسی تغییر نظام نابرابری جنسی قدرت، برچیده شدن مردسالاری و هنجارهای این هست. تئوری دوم، تئوری میان، من کوتاه میکنم 10 دقیقه دیگه سعی میکنم تموم کنم چون شاید خیلی صحبت کردم، وقت رو میذارم برای پرسش و پاسخ های دوستان. تئوری میان کنشی یا اینتراکشنیست تئوری نقد میکنه به تئوری فمینیستی، فمینیسم رادیکال، تئوری ساختارگرایی جنسیت، میگه که نه به دلیل اینکه رد بکنی یک سر اون رو، میگه اگر اینطوری بخوایم توضیح بدیم یعنی یک تصویر دترمینیستی از خشونت پیدا میکنیم، همه مردان علیه همه زنان باید خشونت به کار ببرن به خاطر این نظام نابرابری جنسی قدرت، در حالی که خیلی از خانواده این اتفاق نمیفته. چرا؟ عنوان میکنن که نه فقط مردان علیه زنان خشونت به کار میبرن، ما شاهد مواردی هستیم که زنان علیه مردان هم خشونت به کار میبرن، گرچه عموما خشونت های زنان علیه مردان درصدش خیلی کمتره، بیشتر بین 5 تا حداکثر 10% و در این بین 5 تا 10% هم بیشتر خشونت زنان علیه مردان بیشتر خشونت های روانی شناخته میشه نه خشونت های فیزیکی، نیست؟ مورد فیزیکی تقریبا به طور اکثریت قریب به اتفاق مردان علیه زنان هستن. عنوان میشه که با تئوری نظام نابرابری جنسی قدرت، خب ما خشونت زنان علیه زنان در روابط لزبیان ها یا خشونت مردان علیه مردان در روابط همجنسگرایی هم به سختی میتونیم توضیح بدیم، برای اینکه اینجا مثلا زن علیه زن همون خشونت رو به کار میبره، چه فیزیکی چه اشکال دیگر خشونت ها رو، خب این چجوری میتونیم توضیح بدیم. عنوان میکنن نظریه میان کنشی که اشکال این تئوری اینه که از یک رابطه ساختاری و کلان در سطح جامعه اتوماتیک نتیجه گیری میشه که در هر خانواده داره این اتفاق میفته، این ساده کردن، یک بودی بودن و به اصطلاح جبر کرایی کردن، این نظریه جبر گرایانه است، دترمینیستی، همه مردان بالقوه خشونتگرن، اینطوری بررسی میکنه. بنابراین در یک همچین تئوری تاکید میشه که ما برعکس برای فهم دینامیزم خشونت باید بریم به جای پیشینه ها رو بررسی کردن، در اکنون حال در آن لحظه‌ای که خشونت صورت میگیره تمرکز پیدا کنیم، چه اتفاقی میفته که خشونت رخ میده، چه کنش متقابلی به خشونت منجر میشه. درست خشونت ریشه در تضاد منافع یا تضاد آرا داره، تضاد عقیده، برداشت های مختلفی داریم، یکی میگه این کار بکنم، یکی میگه اون کار نداریم، شروع میکنن به دعوا کردن، بلافاصله دعوا به داد و بیداد، به فحاشی و سپس به مثلا چیز منجر میشه، به کتک کاری منجر میشه، نیست؟ عنوان میشه که ما برای اینکه با این ماجرا به اصطلاح مقابله بتونیم بکنیم، نیازمند آن هستیم که به اصطلاح کنش های متقابل رو ببینیم چگونه رشد پیدا میکنه. باید به خشونت به عنوان یک پروسه نگاه کنیم، یک روند نگاه کنیم، روندی که از تضارب آرا شروع میشه، به گسترش تضاد عقیده منجر میشه و عنوان میشه که ما برای اینکه در هر خانواده در هر جایی اختلاف عقیده و آرا وجود داره، اما دو راه وجود داره برای حل تضادها، تضارب آرا یا تفاوت عقیده یا برداشت های گوناگون. یکیش حل سازنده اختلافات، کنستراکتیو مدل، مدلی که سازنده در واقع اختلافات حل میکنه، یکی شکل آسیب رسان و دستروکتیو، نیست؟ عنوان میکنه خشونت شکل دستروکتیو حل تضاده، شکل ناسالم حل تضاده، ولی تضادها رو سالم هم میشه حل کرد. نظریه میان کنشی به یک سری تحقیقات تکیه داره که نشون میده که تضاد و اختلاف در خانواده‌های تحصیل کرده تر
ای بسا خیلی گسترده تره. بنابراین نفس بالا بودن میزان اختلافات باعث خشونت های بیشتر نیست، ولی چون اونا بیشتر از طریق دیالوگ گفتگو حل می کنن، بنابراین تضادها به شکل سالمتری حل میشه، به اصطلاح نیازمند این که از طریق خشونت حل بشه نیست. و عنوان میکنیم بنابراین اگر ما راه حلی میخوایم پیدا بکنیم برای اینکه جلوی خشونت ها را گرفته میشه، راه های گفتگوی سالم برای حل تضادها باید گسترش پیدا کنه. عزیزم صدا شده به جای اینکه از به اصطلاح خشونت استفاده بشه. این تئوری میان برشی عنوان میکنه که درسته به یک معنی خشونت ها میتونه عادی بشه، ولی سیکلی که یا دایره‌ای که این خشونت عادی میشه در نظریه میان کنشی این گونه است. مارگاریت هیدن یکی از نظری پردازان برجسته در این زمینه کتابی داره به نام خشونت علیه زنان در ازدواج ها در خانواده ها، اینو تاکید میکنه، میگه که در مرحله اول که تضادها اوج میگیره هیچ یک بر دیگری غالب نیست، یعنی سلطه‌ای وجود نداره. این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، این یه عکس العملی نشون میده، دیگری میگه نه من اینجوری فکر نمیکنم، اون میگه تو مقصری، اون میگه نه تو بودی، و تضادها به تدریج اوج میگیره. میگه مرحله دوم تضادها گیومه حل میشه از طریق خشونت، یکی معمولا مرد با اتکا به خشونت طرف دیگر رو وادار میکنه که نظری اونو بپذیره. پس در مرحله دوم ما شاهد حل تضادها از طریق خشونت هستیم، حل موقتی تضادها از طریق خشونت هستیم و اعمال سلطه که دیگری به خاص تو تن بده. میگه اما از اونجایی که خشونت مشروعیت نداره، نظریه میان کرشی تأکید میکنه خشونت یک انحرافه، یک هنجار نیست، متعارف نیست، پذیرفته شده نیست. خشونت به عنوان یک کجروی اجتماعی شناخته میشه، بنابراین نه قوانین تو کشورهای دموکراتیک از خشونت پشتیبانی میکنن، نه افکار عمومی، نه حتی ضارب به راحتی میتونه خشونتش مشروعیت ببخشه. بنابراین وقتی در مرحله دوم ضارب خشونت به کار میگیره و خودشو تحمیل میکنه، خاص خودشو ارادهشو تحمیل میکنه، در یک موضع دفاعی قرار میگیره، میگه معذرت میخوام، ببخشید، یعنی تضادو حل کرده، خاصشو پیش برده، اما وارد مرحله سوم میشیم. این مرحله سوم مرحله دفاعه که ضاربی که خشونت رو به کار برده مجبور میشه به اصطلاح دل قربانی رو به دست بیاره، دست گل میخره، میگه معذرت میخوام عزیزم، همسرم، منظوری نداشتم، چنین نبود، چنان نبود، و در نتیجه با این شیوه سعی میکنه که به اصطلاح جبران بکنه آن کجروی اجتماعی رو که به اصطلاح مشروعیت نداره. و عنوان میکنه که وقتی زن به این تن میده میپذیره، یه دست گل خریده میشه، یه هدیه خریده میشه، بعد در این مرحله سوم در واقع زن وقتی تن داره میده، مثلا بعد از خشونت یه سکسی دارن، دوباره اوضاع عادی میشه، یا یه بلیت سفری خریده میشه، میرن یک تعطیلات که این دعوا رو که پشت سر بگذارن، یا اینکه عذرخواهی فرد پذیرفته میشه، یا به بهانه اینکه عاشقت بودم، خسته بودم و غیره پذیرفته میشه. عزیزم تلفن رو همینجا باش. وقتی که همه اینها پذیرفته میشه، در واقع سیکل مشروعی عادی سازی خشونت، چرخه خشونت تکرار میشه، یعنی دوباره حل میشه، دوباره تضادها، این عذرخواهی پذیرفته شده، تا دوره بعدی دوباره این چرخه به اصطلاح سیاه تکرار بشه. عنوان میشه که بنابراین نگاه بکنید تو تئوری دوم میکانیزم کنش متقابل
در توضیح چگونگی نهادینه شدن خشونت کلیدی میشه. نیست. حالا میریم به نظریه سوم که به این نظریه میان کنشی هم انتقادات زیادی شده. گفته شده که این تئوری اصلا شرایط نابرابر قدرتی که زنان و مردان قرار میگیرن و انگار نادیده میگیره. همه پیش شرط ها و پیش موقعیت های طبقاتی و نظام جنسی قدرت همه رو نادیده میگیره و تقلیل میده فهم دینامیسم خشونت رو به روابط آن لحظه یا دینامیسم پروسه رشد تضادها در اون لحظه. این تئوری در نقد تئوری میان کنشی گفته میشه که این تئوری بر نوعی به صلاح خوشخیالی که خانواده یک نهاد هارمونیکه و بر کنسنسوس و نوعی اجماع استواره تلقی میشه، نادیده میگیره که در خانواده مثل ارگان سازمانهای دیگر بخشن منافع مشترک و بخشن تضادها عمل میکنه، تضادهای جنسیتی، تضادهای نسلی و غیره، و بنابراین تقلیل تضادها به بدفهمی، به اختلاف آرا و عقاید، به نادیده گرفتن موقعیت‌های نابرابری جنسیتی در اجتماع که در خانواده بازتاب پیدا می‌کنه، باعث میشه تئوری اینتراکشنیسم دچار نوعی کوربینی جنسی بشه. نظام نابرابری جنسی قدرت می‌گیره. وانگهی این باعث میشه که در واقع ما چگونه بگم، در تلاش برای پایان بخشیدن به خشونت ها فقط به عنصر تربیت و یاد گرفتن رفتار سازنده در حل تضادها قناعت کنیم. نیست؟ تا این چرخه رو از بین ببریم. خب نظریه سوم، نظریه میان برشی، اشتباه نشه، اینتراکشنیسم میان کنشی بود، اینترسکشنالیتی میان برشی یا تئوری تقاطعی که عنوان میکنه که مثل نظریه نظام نابرابری جنسی قدرت، جندر سیستم، این نظریه بر اونه که قطعا ریشه اصلی خشونت ها در نابرابری نظام نابرابر قدرت جنسی نهفته. اما نظریه میان برشی رابطه قدرت رو فقط به رابطه جنسیتی تقلیل نمیده. موقعیت طبقاتی، سن، گرایش جنسی، میزان توانمندی و عوامل دیگر، اتنیک و غیره، همه رو نگاه میکنه. اگر تئوری نظام نابرابری جنسی قدرت یه تئوری یونیورساله که تمام دنیا نظام مردسالاره و این توضیح دهنده عمومی خشونت هاست به طور عمومی، و نظریه اینتراکشنیسم یک نظریه پارتیکولره، میگه فقط شرایط مشخص رو نگاه بکنیم، اون پروسه رو بررسی بکنی، نظریه اینترسکشنالیتی یه نظریه کنتکستوالیسمه، نه پارتیکولاریسمه، نه یونیورسالیسمه، نه به صراحت صرفا با ساختارهای عمومی اون رو کافی میدونه، نه صرفا به شرایط مشخص نگاه کردن، به کنتکست نگاه کردن. اما کنتکست یک مجموعه این کنتکست رو شکل میبخشه. این مجموعه چیست؟ سن هست، موقعیت طبقاتی هست، نظام جنسی نابرابری قدرت هست و توزیع قدرت در خانواده هم همچنین. درسته که خشونت مردان علیه زنان در همه طبقات، همه کشورها، همه سنها و گروه تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، همه گروه های قومی اتفاق میفته. اما این تئوری تاکید میکنه اینکه جوانان بیشتر قربانی خشونت ها میشن یا زنان جناب بیشتر قربانی خشونت میشن، یعنی عنصر سن نقش داره. مثلا زنان میان سال به دلیلی که از یک درجه از تحکیم موقعیت اقتصادی اجتماعی در جامعه برخوردارن و تجربه بیشتری دارن، از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارن، برخورد جدیتری در برابر خشونت میتونن بکنن. اونها به اندازه زنان جوان با خشونت روبرو نیستن یا قدرت عکس العملشون بیشتره، یا زنان تحصیل کرده دن بیشتر از توانایی مقابله با خشونت برخوردارن تا مثلا زنانی که از تحصیلات پایین برخوردارن. این تئوری گفته میشه یا ما دیدیم اگر زنانی مثلا از
نقص عضو برخوردار باشن، دماغی یا در نقص عضو کلمه زیاد مناسبی نیست، میزان کارکرد جسمی متفاوتی برخوردار باشن، این میتونه در میزان وابستگی هاشون تاثیر بذاره. بنابراین در تئوری اینکه چرا کویرها بیشتر با خشونت روبرو میشن، چون جامعه کمترین پشتیبانی رو میکنه، انگار افراد کویر را خشونت کردن بر اونها به صلاح عادی تره، کمتر جامعه عکس العمل نشون میده و همین نمون جلوه ای از هنجارمند کردن خشونت هاست. خلاصه کنم، توی این تئوری میان کنشی گفته میشه یک، خشونت یک اعمال قدرت، دو، به قصد اعمال سلطه موقعی هم که مشروعیت وجود نداره صورت میگیره، سه، گرچه در همه گروه ها هست ما باید بتونیم توضیح بدیم. با تئوری میانبارشی میشه توضیح داد که چرا حتی در خیلی مواقع زنان ممکنه علیه زنان خشونت به کار ببرن، چون مکانیزم قدرته، گرایش جنسی میتونه یه عنصر باشه در. حتی اینکه زنان چرا مثلا در کجا زنان بیشتر علیه مردان خشونت به کار بردن، معمولا این اتفاق یه تحقیق سوئدی نشون داده زنان سفید طبقه متوسط دیگر جنس خواه سوئد و نروژ نسبت به مردان جوانی که از کشورهای آفریقایی از طریق ازدواج وارداتی آوردن بیشترین خشونت زنان علیه مردان در این گروه ها صورت گرفته. تقریر خشونت به یک بگو مگو و نادیده گرفتن که یک مکانیزم اعمال قدرته خیلی مسئله مهمیه، چون از این حرفای شاید نامربوط و کلی که خب زنان علیه مردان خشونت به کار میبرن ممکنه من رد نکردم این واقعیت رو، ولی باید به عنوان مکانیزم اعمال قدرت نگاه کرد و معمولا کسی که از مکانیزم های قدرت دیگری برخورداره این بخت رو بیشتر داره. نظریه میان برشی کوتاه بکنم، بنابراین نگاه میکنه که چرا در برخی از خانواده ها ممکنه خشونت رخ نده، چه خانواده ای ممکنه خشونت رخ نده، خانواده هایی که در اونها اتفاقا روابط قدرت برابره، چه دو گروه تحصیل کرده ها که هر دو تحصیل کرده هستن شرایط بهتری دارن با توجه به برابری جنسیتی یا امر لوکس، به این معنی نیست که گروه های تحصیل کرده از خشونت بری هستن، میزانشون کمتره چون شرایط روابط برابرتر بیشتر هست. در این حال فقط افزایش منابع قدرت زنان نیستش که میتونه جلوی خشونت رو بگیره، تغییر الگوهای مردانه در اون خیلی کلیدی است. خیلی جاها ممکنه موقعیت اقتصادی خوب داشته باشن، سطح تحصیلات بالا داشته باشن، الگوهای مردانه همون چنان سنتی باشه، باز هم خشونت ها میتونه تکرار بشه. نظریه میان برشی از اونجایی که به چند بعدی بودن روابط قدرت نگاه میکنه، به تنوع روابط قدرت نگاه میکنه، ضمن اینکه هم‌آواز با تئوری نخست در اینکه خشونت اساساً برخاست از نظام نابرابری جنسیت قدرته، اما نگاهی تک بعدی نداره، چند بعدی داره، یعنی تمام اشکال روابط نابرابر قدرت رو بررسی میکنه و فقط هم در سطح ساختارها نه، بلکه در خانواده ها باید بررسی کرد که در خانواده ها توزیع روابط قدرت چگونه است. نوع توزیع روابط قدرت در خانواده خودش توضیح دهنده اینه که به اصطلاح چقدر این خانواده ممکنه با خشونت روبرو بشه یا نه. هرچه خانواده روابط قدرت توزیع برابرتری داشته باشه، بخت روابط به اصطلاح آری از خشونت در اونها افزایش پیدا میکنه. گرچه تحقیقات جدیدی نشون داده که در فنلاند و سوئد حتی زنان تحصیل کرده یکی از گروه های جدی بودن که قربانیان خشونت شدن. این چقدر برخواسته از مفهوم مردانگی نوستالژیکه، مردانی که زنان قدرتمند رو تحمل نمی کنن و با اتکا به خشونت سعی می کنن اونا رو سر جاشون بشونن، به اصطلاح برخواسته از این هست یا جنبه های دیگری داره قابل مکس. من جمله آخرم رو بگم، درسته که توی برخورد به عنوان راه حل برای مقابله با خشونت ها گفته میشه ما به این کارها باید اقدام بکنیم. یک، به لحاظ قانونی جرائمی که مبتنی بر خشونت های مردان علیه زنان و کودکان رو باید با مجازات های سنگین تر روبرو بشه و حمایت های قانونی گسترده تر از زنان و کودکان در برابر. این یک کاری است که در تمام دنیا و از جمله ایران و به ویژه در ایران باید صورت بگیره، با توجه اینکه ایران جامعه داریم که حکومتش تازه زن ستیزی
شالوده فکر، ایدولوژی و قانونش باشه. دو، گفته میشه که گسترش منابع قدرت زنان، استقلال اقتصادیشون فوق‌العاده در این زمینه نقش داره. پس هرچی منابع اقتصادی زنان رو افزایش بدیم، شانس مقابله با خشونت رو افزایش خواهیم داد. سه، شبکه روابط یه منبع قدرته. هرچی خانه‌های امن زنان، سازمان‌های زنان مبارزه با خشونت، شبکه‌های اجتماعی پیرامون توی NGO‌ها و غیره در این زمینه فعال‌تر باشن، بخت زنانی که مورد قربانی خشونت قرار میگیرن از اینکه بتونن از حمایت‌های جامعه مدنی، از شبکه روابط برخوردار بشن، افزایش میده و توانایی اونها رو برای مقابله با خشونت بیشتر. فراموش نکنیم شبکه روابط اجتماعی یه منبع قدرته. اگه این شبکه روابط پدرسالار باشه، به ضرر زنان عمل میکنه. اگه این شبکه روابط فمینیستی باشه، برابری طلبانه باشه، به نفع زنان عمل میکنه. پس گسترش نهادها، شبکه های روابط مبتنی بر برابری جنسیتی به نفع زنان برای مقابله با خشونت. علاوه بر همه اینا، هنجارها و آموزش ها در این زمینه ها باید تغییری بکنه. آموزش ها و هنجارهایی که هم جرأت زنان رو در ایستادگی در برابر خشونت بالا ببره، هم یاری برسونه که در واقع مردان یاد بگیرن که میشه مردانگی رو طور دیگری دید بدون اینکه با خشونت تداعی میشه مردانگی نیست. گرچه تحقیقات جدید نشون میده که حتی برابری جنسیتی به خودی خود تضمین کننده برچیده شدن خشونت ها نیست و مسئله پیچیده تر از اونه. تغییر این الگوهای مردانگی بسیار بسیار کلیدی است، اما مجموعاً باز تحقیقات نشون داده که حتی در سوئد گروه های جوانی که برداشت های سنتی تر از رول های جنسی داشتن، خشونت درشون بیشتر بوده. گروه هایی که بر روابط برابرتر استوار بودن، خشونت در اونها کمتر بوده. این که تغییر الگوهای جنسیتی رو الان تغییر الگوهای جنسیتی مردانه رو چگونه میشه به صدا اقدام کرد، عمل کرد، یاری رسون، اینو میذاریم برای یک بحث دیگری که من در مورد الگوهای مردانگی با کمال میل در خدمت خواهم بود. که تغییر الگوهای مردانگی یعنی اگر در گذشته برداشت میشد افزایش منابع قدرت زنان کلیدی‌ترین عنصر برای جلوگیری از خشونت هاست و گسترش برابری جنسیتی، امروزه گفته میشه علاوه بر اونها و مداخله گسترده جامعه، دولت، قوانین در زمینه‌ای که برشمردم، تغییر الگوهای مردانگی و شکل گرفتن الگوی آلترناتیو ماسکولینیتی یا مردانگی آلترناتیو که نه تنها مردانگی رو با خشونت یکی ندونه، فعال مبارزه علیه خشونت باشه، یکی از کلیدی ترین ابزارهایی است برای به اصطلاح شکستن این چرخه سیاه. در سوئد نهادی به نام مردان برای برابری و علیه خشونت است که بسیار گسترده و قدرتمند هست. آموزش میده به طرق گوناگون مردان رو در مرخصی پدرانه، در رابطه پدر با فرزند، در حوزه های گوناگون که چگونه به اصطلاح تعبیر دیگری از مردانگی ایجاد بشه که نه تنها با خشونت تعبیر نشه، بلکه من در یکی از مقالات خودم نوشته بودم که باید جامعه یاد بگیره مردانی که به خشونت متوسل میشن شایسته هیچ نوع عشق ورزیدنی نیستن و این شاید یکی از راه‌های جلوگیری با اون باشه. مرسی از حوصله‌تون. تقریبا این صحبت به یک ساعت و نیم طول کشید، ولی خواستم گوشه کوتاهی از تحقیقاتی که من معمولا این بحث ها رو در یه ترم 6 ماهه کورسی دارم در این زمینه تدریس میکنم و دربارش نوشتم، در این یک ساعت و نیم به خلاصه در اختیار دوستان قرار دادم. ممنون از حوصلتون، در خدمتتون هستم اگر سوال و جوابی باشه. اگر دقیقه‌ای به من هم اجازه استراحت بدید، من به بچه‌م شیر بدم که بعد بتونم در خدمت بله خیلی خیلی سپاسگزارم. اگر که پرسشی هست در قسمت کامنت بنویسید که
در این دقیقه برگشتن میتونن میتونیم مطرح کنیم و به شما پاسخ بدن. هر کدوم شبکه های اجتماعی هستید، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اگر که بنویسید پیام شما رو میخونیم برای آیه درک. بیارزم اونجا بشین. من در خدمتم، البته اگر سوالی چیزی اومده باشه. من نمیدونم فقط با تصویر ضبط میشه یا تقریبا کد مود میتونید در بله بله تصویر ضبط میشه. بله من فقط کدمو در میارم که یه خود گرم هست اینجا. در خدمت هستم. آقا یا خانم سازی روی اینستاگرام سوال کردن که سلام، نقش مردان چیست؟ آیا مردان فمینیست باید چه کارهایی انجام دهند؟ فکر کنم تو آخرین جمله‌ای که گفتم در واقع صحبتمو کردم. ببینید بحثای مفصلی در این زمینه هست. در سوئد خانم گودرون شیرمن یکی از برجسته‌ترین فمینیست‌هایی که سالها رهبر حزب چپ این کشور هم بود و سالها رهبر حزب فمینیستی این کشور هم بود، در یک جای در یک پیشنهادی گفته بود که اصلا مردان باید مالیات بیشتری بدن، بدن این که عامل تولید خشونت ها هستن، مالیات بیشتری باید بدن برای اینکه هزینه که جامعه برای این باید بپردازه، خب اگه مردان عاملین اصلی هستن هزینهشان باید بپردازه. به نظر ممکنه این خیلی اغراق‌آمیز بشه و مردانی هم میگم ما که خوشونت نمیدیم چرا باید مالیات بدیم. بهتریم که میخوام بگم حتی اگر بخوایم به طور واقعی در این زمینه سارجان اگر ممکنه خیلی خوب اگر صحبت میکنیم اینجا بشه نشکن نداره. اگر یعنی خواستم یا حتی تو این پیشنهادم یه پیشنهاد خیلی جدی قابل مکسه که این پیشنهاد رو اینکه با استقبال جامعه روبرو شد یا نشد بماند، ولی حتی فرض کنیم خیلی افراطی هم تلقی بشه، توش نکته ای نهفته است. پذیرفتن مسئولیت نقشی که جامعه مردان و نظام نابرابری جنسیتی قدرت در این زمینه داره. خب حتی اگه ما به اینم معتقد نباشیم به یه چیز دیگه میتونیم معتقد باشیم، اونم اینه که سکوت در برابر خشونت به هنجاری و عادی سازی خشونت را یاری میرسونه نیست؟ بنابراین شکستن سکوت در این زمینه فوق‌العاده کلیدی است. یعنی ما پدیده‌ای به نام پاسیو وایولنس داریم، اکتیو وایولنس داریم. خشونت فعال ضارب اونو انجام میده، خشونت منفعل شاهد اونو انجام میده. یعنی اگر من شاهد خشونتی باشم ولی لاپوشانی کنم، نادیده بگیرم، پنهانش بکنم، از کنار اون عبور بکنم، سکوت من به سر عادی سازی و هنجارمند شدن خشونت یاری میرسونه و به این معنی من هم نقش دارم در خشونت، در باز تولید چرخه خشونت. درسته؟ بنابراین با ترجمه این که این خشونت عمدتاً توسط مردان علیه زنان صورت میگیره، فرزندان ما کجا و چه و کجا باید بفهمن که مردانگی نباید با خشونت تلقی بشه؟ باید من نوعی دیگه تصویری دیگری ارائه بدم دیگه، نیست؟ بنابراین هرچه مردان فمینیست، پرو فمینیست، هر نامی که بذارید، مخالف در واقع چرخه خشونت، هرچه اینها فعالتر عکس العمل نشون بدن، سکوتشون رو بشکنن، به شبکه های مردان علیه خشونت رو تشکیل بدن. الان همسر من خانم باقر شاد مدیر شبکه از شبکه مردان علیه خشونت های ناموسی، حضور در این شبکه ها فعال، به عنوان مثال دارم میگم، درسته تعدادی از دست اندرکاران اصلیش زنان هستن ولی زنان و مردانی هم که هستن، هرچی مشارکت مردان در هر جایی در کشور، شهر، محله، غیره، در به اصطلاح تشکیل شبکه مردان علیه خشونت، در عکس العمل فعال علیه خشونت، در سوشال میدیای خودشون،
راجب همین چی صحبت میشه جز راجب این ماجرا که یکی از جدی ترین مشکلاته. بنابراین هرچی توجه این مردان بیشتر باشه، اعتراضشون گسترده تر باشه. شما جنبش نخواستین جنبش پروفمینیستی مردان علیه خشونت تو آمریکا در دهه 70 شکل گرفت، 50 سال ازش گذشته. خب امروز باید خیلی فراتر گسترده تر در واقع این رو همگانی کرد. بنابراین خواستم بگم که شکستن این سکوت و ساختن الگوهایی برای فرزندان ما که مبلغ این باشه که نه تنها مردانی خودشون رو با خشونت تداعی نمی کنن، بلکه به مبارزه فعالانه علی اون میپردازن و این وایس رو میارن بالا، فوق العاده کلیدی است. و فکر می کنم نقش مردان فمینیست از همینجا شروع بکنیم، خودش یک نقطه آغاز شروع بسیار خوبی هست برای در واقع توسعه الگوی مردانگی آلترناتیو که مردانگی رو با خشونت تعریف نکنه. من همینجا اشاره بکنم، قطعا اگر دوستان تمایل داشته باشن فرصت دیگری راجع به این انواع مردانگی و چگونگی توسعه مردانگی آلترناتیو و مداخله ورز کردن اونها علی این صحبت خواهم کرد. کتاب جدیدی هم در آمده، اشاره بکنم به انگلیسی که من میتونم خدمت دوستان در اختیار دوستان نامشو بگذارم، الان دم دستم نیست، که کل این کتاب به انگلیسی هم در اومده، تازه چند ماه هم در اومده، از جمله همکاران من در اون نوشتن چگونه مردان رو فعال کردن در مبارزه علیه خشونت. اصل کل کتاب این هستش و من حتما برای ایران آکادمی خواهم فرستاد که شاید انتهای این به اصطلاح برنامه بتونن اضافه بکنن برای دوستانی که علاقمند هستن بتونن اون رو مطالعه. نوشته خودم متأسفانه به سوئدی، شاید برای همه دوستان قابل استفاده نباشه، ولی سعی میکنم اونو به فارسی و یا انگلیسی هم ترجمه بکنم. بله، سپاسگزار هستیم. دوستان اگر سوالی دارن هستش لحظات صبر میکنیم که یادداشت کنیم در قسمت کامنت که بتونیم مطرح کنیم با جناب دکتر درویش‌پور. و اگر که سوالی نبود، اگر خود شما صحبت پایانی داشتید بفرمایید که بعد دیگه بتونیم جلسه رو به پایان ببریم. من یه چک میکنم شبکه‌های مختلف رو. دوستان عموما تشکر کردن از بحث و پوستش اینجایی پر نکردن هنوز. الان دوستان نوشتن عالی بود، تشکر میکنن و از بحثتون بهره بردن. من یک جمع‌بندی کوتاهی میکنم، گرچه فکر میکنم خیلی طولانی صحبت کردم، کمتر از 5 دقیقه تموم میکنم صحبتم رو. ببینید، خب مسئله ای که یک ریشه تاریخی چند هزار ساله داره، با یه حکم و با یک به اصطلاح تصمیم و با یک قانون و با یک اراده به سادگی پایان نخواهد پذیرفت. این رو میدونیم، بغرنجی این پیچیده بودنش و جنبه های گوناگونش که من به اختصار تازه بسیار به اختصار به گوشایش اشاره کردم. اما یک چیز میخوام در پایان، هم جنبه نظری داره هم جنبه عملی، اشاره بکنم. افزایش حساسیت ها بسیار کلیدی است. ببینید، خب این یه بحث بغلنجی است که اول خیلی کشورها، اول قانون تغییر کرده بعد فرهنگ تغییر کرده، ولی خیلی از همون کشورها هم که قانون تغییر کردن بالاخره روشنفکرانی بودن، فعالانی بودن که اون نظرها رو عنوان کردن، فراگیر شده، تبدیل به قانون شده. مثلا مجازات اعدام که برچیده شده، بالاخره کلی از آدمان جرأت کردن، جسارت کردن، علی مجازات اعدام موضع گرفتن، کم کم این بحث و گفتگوها فراگیرتر شده، قانونی شده، تبدیل به هنجار شده و تازه هنوز بعد از اون خیلی از افکار عمومی ممکنه بنابر قانون عمل نکنن. پیشرفته در این کشورها هم قانون به اصطلاح منع خشونت وجود داره، باز هم مثل سوئد میبینیم باز هم خشونت یک پدیده گسترده و بسیار کار داره برای تغییرش. ولی چه در سوئد، چه در ایران، چه در کل جهان، هرچه ما آگاهی جنسیتمون بالاتر بره،
هرچه حساسیت جامعه نسبت به این ماجرا بالاتر بره، بخت مقابله با اون افزایش پیدا میکنه. بخت این که حس گناه در قربانی تولید بشه که بخواد بره شکایت بکنه کاهش پیدا میکنه. اعتماد به نفس برای مقابله افزایش پیدا میکنه. درسته؟ چه در مورد کودکان، چون وضعی کودکان که تازه چه دختر چه پسر بدتر از موقعیت زنانه، چون اونها به مراتب موقعیت آسیب پذیرتری دارن و میتونن مورد انواع خشونت ها قرار بگیرن به دلیل وابستگی هاشون، هیچ عکس العملی نتونن نشان بدن نیست. بنابراین هرچه حمایت جامعه در مبارزه با خشونت افزایش پیدا کنه، کمک برای مقابله و شکستن این چرخه خشونت بهتر خواهد شد. اما این حساسیت ها چگونه افزایش پیدا میکنه؟ یک بخشش دیبیت گفتگوست، از همین جلسه گرفته، از همین کانال های سوشال مدیا گرفته تا رسانه ها. هرچی رسانه ها منتظر نشن روز جهانی علیه مبارزه با خشونت علیه زنان بشه یا 8 مارس بشه، این دو روزی است که مثلا بنده بازارم خیلی گرم میشه، چون مرتبا رسانه ها مرتبا مثلا نهادهای گوناگون سراغ آدم میاد. ولی اگر این حوزه یکی از تخصصهای شغلی بعد است، باقی روزگارم میشه این بحث رو دنبال کرد، فقط به یکی دو روز تغییر نداد. اینجا میخوام استفاده کنم بگم که ما باید تأکید رسانه ها رو، حساسیت رسانه ها رو بالا ببریم. حساسیت رسانه ها امروز خوشبختانه سوشال میدیا ابزاری شده که هر فرد یه خبرنگار برای خودش. اگر هر کدوم از ما دائما با مواردی که خشونت ها گزارش میشه عکس العمل نشون بدیم و از کنار اون عبور نکنیم، قطعا بخت بهتری برای مقابله با خشونت خواهیم داشت. هرچه ماجرا رو با سکوت برگزار بکنیم، با وضعیت دردناک روبرو میشیم. به فردی که اصلا تجاوز به دختران نوجوان رو در صفحه اینستاگرام خودش تبلیغ میکنه، فالوور میلیونی هم پیدا میکنه. این فاجعه است برای جامعه ایران و بنابراین هر کشوری باشه این اتفاق میفته. بنابراین توصیه و تقاضا و درخواست من هم به عنوان گفتم افزایش آگاهی جنسیتی، افزایش منابع قدرت قربانیان خشونت به صورت خاص زنان، هم از نظر نظری اهمیت داره این آگاهی جنسیتی در بحث خشونت افزایش پیدا کنه، هم به لحاظ عملی به نظرم فوق العاده دامن زدن به گفتگوها در این زمینه ها، گفتگوهای جدی سالم سازنده، منظورم بد و بیراگویی و اتهام زدن و غیر و ذلک نیست، اینا که بحث جدی نیست، به ضدش میتونه تبدیل بشه. جنبش میتو نقش موثری داشته، برای نمونه شبکه مردان علیه خشونت نقش مهمی داره، گسترش شبکه های نهادهای زنانه که علیه خشونت متمرکز بشن، شناسایی و بالا بردن وایس قربانیان خشونت، چه خشونت ناموسی باشه، چه جنسی باشه، چه دیگه اشکال کلاسیک خشونت باشه، به نظرم فوق العاده نقش داره در این که ما بتونیم در واقع این چرخه خشونت رو اگرم نتونیم محوش بکنیم، حداقل یک روزنی رو در اون به اصطلاح حفره ایجاد کرده باشیم که بتونیم به اصطلاح این روزنه امیدی باشه برای پیشروی های بیشتر در مبارزه علیه خشونت بر زنان و کودکان. بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر مهدار درویش‌پور از بحثی که رای دادن. این بحث ضبط شده، روی همه شبکه‌های اجتماعی در دسترس خواهد بود، چون چه بخواید مراجعه بکنید و طبعا هر ماه آخرین روز یک شنبه ماه میلادی این وبینارها ادامه به استثناء ماه دسامبر، پس ما از سال میلادی جدید با بحث‌های جدید در خدمت شما خواهیم بود. یک بار دیگه متشکرم آقای درویش‌پور و روز و شب خوبی داشته باشید هر کجا که هستید. با تشکر از شما و حوصله شما و شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه سپاسگزارم.